دوستان نن بیا هم په یو اروایي موضوع باندې د استاد زکریا وارگزی سره خبرې کوو دا اروا پودې په دې خبرې کوو دوستان ځنې کسان دي چې ولې په هر څه کې په اصطلاح خپل ځان ورته یو منل شوی کس ښکاري یعنې هر کار چې دی ترسره کوي هر څه چې د په اړوند وي د داسې فکر کوي چې دا یعنې د ځان نه راضي وي په اصطلاح دغسې کسان مونږ او تاسو په ټولنه کې لرو آیا دغه ستونزه ده نه ده دا د ارواپوهنې له نظره دې ته څه ویل کېږي دغه کس رښتیا هم په دې باندې مطمئن دی یا په دې باندې دغه خو دلته بیا یوه بله خبره شه دوستانو ځینې کسان چې دغسې وي چې هر څه په ځان مني ځینې ارواپوهان به وي چې دا ډېر بریالي کسان هم دي ځکه چې په هر څه کې مثبت فکر کوي یا ځینې کسان شاید دې سره فرق ولري نو موږ موضوع چې اوس پرې خبرې کوو داسې وي ځینې کسان وي چې که یوه خبره هم کوي له نور څخه توقع لري چې دا خبره زما باید تایید شي که مثال یو په یو موټر کې هم ګرځي دغه داسې فکر کوي چې د ټولو به زما موټر ښه وي د نور نه توقع هم دغه لري چې ته باید ماته ووایه چې دا ستا موټر تر ټولو ښه دی نو په همدې موضوع به د استاد سره خبرې کوو چې ښه راغلاست ورته وایه موږ سره په خبرونه کې مېلمه دی استاد سړی مه سهار مو په خیر ممنون کمال عزیز شما لطف کردین ما هم سلام خدمت عزیزان تقدیم دارم امید که تک تک عزیزان در پناه خداوند باشند درمان نکم استاد دا موضوع باندې خبرې کو دا موضوع شما مخکې تشریح کړه باید دا کسان ته نورمال کس ویلی شو کنه لطف کردین قبل از اینکه بیم سر از موضوعی که واقعا خود تیپ های تی طلبی در کدام بودش نورمال هست و در کدام حالتش مشکل هست جالب است که در هم برنامه های روانی سه حالت ما داریم بله یکی ما مشکلات روانی رو با خود داریم یکی اختلالات روانی رو با خود داریم و یکی بیماری روانی رو در خود داریم از لحاظ مسائل مشکلات روانی ما بعض رفتارها را به صورت طبیعی هم انجام میدیم ولی قابل نگرانی نیست ما به صورت ساده همه ما تایید طلب هستیم چون انسان ها به خاطر لذتی که در وجود خود دارن میخوان که همیشه مورد تایید باشن رقابت میکنن زحمت میکشن کار میکنن در برنامه های زندگی گام میگذارن هم همیشه ناشی از مورد هست فطرتی هغه دارید بله مسئله طبیعی است که اینا به دنبال از موضوع هستن که مورد تایید دیگران قرار بگیره اگر مسئله تایید طلبی از مرز مشکلات میره جای خود را به اختلالات میده تحت عنوان این موضوع است که دیگه به صورت مکمل شفتی خود میشیم همیشه به خود توجه داریم و فکر میکنیم که کار ما از همه بهترتر هست اینجاها زمینه برای اختلال مساعد میشه و اختلال اگر دوام پیدا کرد مشکلات روانی رو تحت عنوان بیماری روانی هم مساعد میسازه حالا می تحت عنوان یک تعریف بسیار جامع و تعریف بسیار ساده که عزیزان بدانند که واقعا خود این اختلال تایید طلبی عبارت از چی مسئله هست افراد تایید طلب از جمله او افراد نیست که مورد تایید افراد قرار بگیرن یا از جمله کسی نیست که از تایید خود لذت ببرن اینا از جمله افرادی هستن که اگر زمان مورد تایید قرار نگرفتن همه چیزها را برهم میزنن انسان های عادی به دنبال از این مسئله هستن که مورد تایید دیگران قرار بگیرن وقتی مورد تایید دیگران قرار گرفتن تشویق میشن لذت میبرن این عادی است اما زمانی که ما مورد تایید دیگران میگیم قرار بگیریم لذت نمیبریم به دنبال از این مسئله هستیم که اگر تایید نشدیم همه چیزها را باید از برهم بزنیم یک مطلب را در صفحه فیسبوک خود پست کردیم به جای از این موضوع که محتوای مسئله را به صورت اساس برای هم عزیزان تقدیم کنیم که شما از چیزها چیز را یاد بگیرین همیشه لایک خود را نگاه میکنیم که این مطلب ما چقدر لایک گرفته ما یک لباس پوشیدیم به خاطر از این موضوع که با فصل سازگاری کنه ما را از سرما نجات بده و از گرما نجات بده لباس ما مناسب خود ما باشه با ارزش های جامعه با فرهنگ جامعه و برنامه های زندگی آمیخته باشه ما لباس را به خاطر میپوشیم که دیگران توجه کنه که لباس به صورت مکمل درست است یا درست نیست ما در بعضی حالات تو یک حرف میزنیم حرف ما باید بر مبنای این موضوع باشه که حرف از دل بیرون شه و بدل ها بشینه ولی نمیگم حرفم به خاطر این مسئله باشه که هم وقت بگذره و هم چهار نفر ما رو به صورت مکمل هم نگاه کنه این موارد رو اگر در برنامه های زندگی داشته باشیم واقعا کاندید تیپ های دیگه تایید طلب هستیم و احتمال داره که از حالت مشکل رفته باشه به برنامه های بیماری روانی که در آینده ما رو دچار خیلی مشکلات دیگه هم بسازه استاد دی دو اصلی علتونه چی شدی لامل نه چی دی ولی دغه کسان دغه سکی بدون چک کمال عزیز هر پدیده واقعا کامل خود را دارد چون به دلیل ازی که خود به خود هیچ موضوع به وجود نمیاد چند عامل بسیار حساس است موضوع اول ما برمیگردانیم به مسئله عزت نفس هر وقتی که در هم برنامه‌های زندگی ما از عزت نفس بسیار پایین برخوردار بودیم ما از جمله افراد تایید طلب هستیم مستقیما میریم مربوط کاندید تیپ های تایید طلبی میشیم به دلیلی که ما عزت نفس نداریم عزت نفس تو کمک میکنه که من خود را دوست دارم از آدرس خود دیگران را دوست دارم هرگاه اینی مورد در وجود ما نبود ما عزت نفس نداشتیم به این معنی که دیگه ما خود دوست نداریم وقتی ما خود را دوست نداشتیم تیپ تایید طلب هستیم یک مورد مورد دوم ما بسیار اوقات در دوران کودکی که در کانون خانواده بودیم بعضی از نیازهایی را که در اینجاها داشتیم تشنه شدیم گرسنه بودیم دفع ادرار داشتیم ده ها مورد دیگر در خود داشتیم اما از طرف کانون خانواده در این موقع به ما رسیدگی نشد رسیدگی به دلیل از این مثلا نشد ما با مادر گفتیم که گرسنه هستیم مادر گفت چند صبر کو چاش نزدیک از بازی وقت نانته بخو ما با مادر گفتیم تشنه هستیم گفت نه تشنه نیستی تو چند از پیش هم آب خوردی ما در قسمت نیازهای فیزیولوژیکی خود دیگه خود ما شک کردیم که واقعا گرسنگی ما بهانه است تشنگی ما بهانه است چی مورد است که دیگران با ما بله دیگه شکی شدیم این مسئله در وجود ما یک موضوعی مون که سرکوب شد وقتی که سرکوب شد زمینه را مساعد ساخت وقتی که به یک بارگی بزرگ شدیم مورد
تایید طلبی قرار گرفتیم که قبلا ما را کس تایید نمی‌کرد، حالا باید همگی ما را تایید کنند. این نکته دو مسئله است. نکته سوم مسئله به این برمی‌گردد، بعضی از عقده‌های برنامه‌های زندگی کمال عزیز، عقده به معنای چی است؟ عقده به معنای گره است. مثل که یک مشکل در وجود ما گره میشه، این گره دو حالت داره. اگر گره را باز کردیم میریم در مسائل خودشکوفایی، خیلی چیزهای خوب دیگه را به وجود میاریم، و اگر گره به کورگره تبدیل شد مشکلات خلق میکنه. یکی از علتهای مسئله هم همین عقده‌های وجود ما است که دیگه گره به کورگره تبدیل شده، وقتی گره به کورگره تبدیل شده ما را دچار مشکل ساخته. نکته چهارم، ما کسی بودیم که در برنامه‌های زندگی خیلی کارها را ساده انجام دادیم و هیچ امید هم نداشتیم، ساده خوردیم، ساده زیستیم، ساده زندگی کردیم، هدف نداشتیم. به یک بارگی یک فرصت پیدا شد، وقتی یک فرصت پیدا شد به ما کم شهرت داد، مثل که به ما کم شهرت داد، یک دفعه وقتی که جهانی بیرونی را دیدیم، این شهرت را دیدیم، همگی اطرافیان ما را تایید کردند، ما را مستقیما تیپ تایید طلب آماده ساختن و ما رفتیم در تایید طلبی. نکته اخیری که واقعا در رسمیات این جامعه ما افغانستان مورد بحث است، بعضی از محافظه‌گرایی هم میتونن انسان‌ها را تایید طلب سازن، به دلیلی که یک ما به خاطر مسائل محافظه‌گرایی ناگزیر هستیم که وظیفه خود را پست کنیم، مدیر خود را خیلی در اینجاها تقدیر کنیم، با وجودی که شایستگی مسئله رو نداره ولی تقدیرش میکنیم از هر جهتش، میگه معرفت هم درست است، لباست هم درست است، کارت هم درست است، در حال کارش درست نیست ولی ما میترسیم که ما را از وظیفه بیرون نکنن. خب وقتی به یک بارگی اینو تایید کردیم، تشویقش کردیم، میام جمله تیپ های تایید طلب میشه. این چند مورد اساسی است که واقعا دست به دست هم میته ما را جمله تیپ های تایید طلب میسازن. ټکای ډیر مهم و ځکه چې دا واقعا هم د چاره شته، هم د وسم جریان لري په افغانستان کې. راځو دې ته چې دغه ستونزه ورته کوو، وایو دا په نارینه وو کې ډېر دی که په ښځو کې؟ لطف کردین. خب ما در اینجا نه آقایان را بدبینی مسئله میسازیم، نه خانم ها را بدبینی از این موضوع میسازیم. یک مسئله هست که تیپ تایید طلبی در هر دو جنا بوده میتونه، ناشی از عوامل که همیشه موجود هست، اما ما تایید طلبی را بیشتر در وجود خانم ها نظر به آقایان بیشتر تر میبینیم. علت از این مسئله در چند مورد است. در جامعه ما افغانستان، ما تا زمانی که دختر خانم ها کودک هستند در قانون خانواده، او قاعده های تربیتی که از لحاظ کاراکتر روانی است در مقابلشان انجام نمیتیم. در قدم بعدی که اینا زمانی که جوان میشن، به خاطر موضوعی که بتونن واقعا خیلی خود را بالاتر، برجسته‌تر جلوه بدن، خیلی موارد دیگه است، استعدادهای درونی در خود دارن، فعالیت‌های فیزیکی رو به طور مثال در خود دارن، برنامه‌های اجتماعی در خود دارن، ولی متأسفانه جامعه زمینه رو به گونه‌ای مساعد ساخته که اینا تبرز پیدا نکنن، اینا سرکوب شون. خب اینا ناگزیر هستن، به خاطر این همه موارد در خانواده قبول نشد، در نهاد اجتماعی قبول نشد، در برنامه‌های درسی قبول نشد، به یک بارگی زمانی که در جامعه یک آمادگی موضوع رو پیدا میکنن، هر زنده میکنن، مورد تایید طلبی بیشتر قرار میگیرن که ما این کاراکتر یا این برنامه رو در وجود خانم ها نظر به آقایان کمی بیشتر تر میگیرن. من دا کسان چون رو بریالی دی پژوند که استاد محترم لطف کردین، ما در برنامه زندگی میگیم که کیها خیلی موفق هستن، واقعا کیها خیلی میتونن کامیاب هم باشن. هر انسانی که در برنامه زندگی انسان موفق از جمله کسی است که تمام برنامه های و فعالیت های نیروهای درونی و نیروی بیرونی رو در خدمت رشد خود قرار میده، او رو ما انسان موفق گفته میتونیم. به طور مثال انسانی هست که از تحولات سود میبره و کوشش میکنه خود را رشد بده، انسان است که از برنامه تحصیلی سود میبره خود را رشد میده، انسان است که از روابط اجتماعی سود میبره خود را به صورت مکمل هم رشد میده. همو در برنامه زندگی ما سعی کنیم که به خاطر موفق شدن یا کامیاب شدن ما در برنامه زندگی، خب ما به دنبال رشد هستیم، اما دو رشد را با خود داریم، یکی رشد درونی را با خود داریم، یکی رشد بیرونی در خود داریم. اگر به رشد بیرونی خیلی توجه کردیم تایید طلب بشیم. رشد بیرونی به معنای ازی است که ما همیشه توجه داریم که لباس ما خوب باشه، همیشه توجه داریم قیافه ظاهری ما پیر نشه، همیشه توجه داریم موهای ما زیبا باشه، همیشه توجه داریم موتر شیک داشته باشیم، همیشه توجه داریم که در خانه بهترین خانه زندگی کنیم و همیشه توجه داریم که باید بهترین غذا رو در اختیار خود قرار بدیم. کار خوبه هست، یه جمله موارد است که باید با خود داشته باشیم. همو ارگایی که به رشد بیرونی خود خیلی توجه کردیم و رشد درونی توجه نکردیم تایید طلب هستیم. رشد درونی در مورد چی است؟ رشد درونی انسان ها برای انسان ها زمینه را مساعد می‌سازد که انسان ها را در سطح خودشکوفایی برسانه. ما همیشه فکر می‌کنیم که باید در زمانی که زندگی می‌کنیم مطابق سن سال رفتار کرد، ما همیشه فکر می‌کنیم در زمانی که زندگی می‌کنیم مطابق زمان باید فعالیت کرد، ما همیشه از لازمش درونی فکر می‌کنیم که در مقطعی که زندگی می‌کنیم یک پدیده نو در بازار عرضه شده، در مارکت عرضه شده، باید او را خوب‌تر هم یاد گرفت. اینا رشد درونی انسان است. پس تعادل بین رشد درونی و رشد بیرونی انسان ها زمانی که مساعد شد، هم موفق هستیم و هم از برنامه تایید طلبی به دور هستیم. بله، دیدی دغه کس چې دغه ستونزه وخته وي حل لاره ورته څه ده؟ مثال تاسو څه ورته ولرئ در واپو؟ بله کمال عزیز، صدها مشکل، صدها رای بیرون رفت، هیچ قابل نگرانی هم نیست. ما در مورد مسئله دو راهکار داریم. یک راهکار برای کودکان داریم که اونا تازه گام به زندگی گذاشتن و بزرگ میشن، و یک راهکار برای جوانای داریم که واقعا اونا تایید طلب هستن. یک در قسمت کودکان، ما در قسمت کودکان ما اگر اینا مورد تایید طلبی از جمله تیپ های تایید طلبی در آینده نباشن، دوران کودکی از اینا باید از خوب سپری شوه و برای کودک کودکی باید از کنیم. اگر برای کودک کودکی نکردیم، در جوانی تایید طلب میباشه و معنی ازی است به نیازهای فیزیولوژیکیش برسیم، همیشه مورد تایید خود قرار بدیم، از کارهایش به صورت مکمل استقبال کنیم،
همو کارهای ما به صورت افراطی نباشه در مقابل فرزندمون، اینی موارد رو برای فرزندان داشته باشیم تا فرزندان ما از لحاظ عاطفی محروم نباشن، عقده در خود نداشته باشن، خود را فرد مفیدن فکر کنن. بسیار ساده است، این باید در کانون خانواده با خود باشه. حالا میم سر اون جوانایی که واقعا اینا جوان شدن و در حد جوانی رسن تیپ تای طلب هستن، اینا چی کارا انجام بدن؟ در قدم نخست ما باید نسبت به صورت خود آگاهی حاصل کنیم، بپذیریم که واقعا ما تای طلب هستیم، بدلی که ما نشانه‌هایش قبلا در اینجا اشاره کردیم. اگر پذیرفتیم که ما تای طلب هستیم، مشکل خود را هم حل میکنیم. همون متاسفانه که تای طلب و نمیپذیرن که ما تای طلب هستیم، اونا فکر میکنن کار ما به صورت مکمل هم درست است. اگر پذیرفتیم ما تای طلب هستیم، کار ما حل میشه. اینجا چی کار باید انجام داد؟ یکی تو فکر کنیم که در جهانی که ما زندگی میکنیم، این جهان به گونه‌ای است که 50% دوست ما است، 50% دشمن ما است. متاسفانه افراد تای طلب تو فکر میکنن که نه 100% اما دوست ما هستن، وقتی 100% دوست ما هستن خامگی ما را تایید میکنن. اگر این گونه فکر کردیم ما در جهان گام گذاشته 50% دوست است، 50% دشمن است، خب پس ما به خاطر هر دو جنبه آمادگی خود را داریم. وقتی به خاطر هر دو جنبه آمادگی خود را داریم، کارهای خود را خیلی خوب تر هم انجام میدیم. یک نکته. نکته دوم، چون ما بعضی در بعض حالات هایی که تایید طلب هستیم کوشش کنیم که هم قطاری و دوستان خود را خوبتر انتخاب کنیم. از جمله کسانی هستند که از لحاظ کاراکتر روانی دچار مشکل نیستند. کمال امنشین بالا انسان ها خوب تاثیر میکنه. اگر دوست خود را خوب انتخاب کردیم، مشکل ما در مورد مسئله هم حل بشه. نکته سوم که از جمله افراد تایید طلب نباشیم، سعی کنیم که یک الگوی رفتاری رو بر خود مساعد بسازیم. خیلی تایید طلبی رو تغییر نده، یک الگوی رفتاری در خود مساعد بساز. به طور مثال ما نسبت به دانشمندان فکر میکنیم، نسبت به افراد نخبه فکر میکنیم، نسبت به افراد که همیشه رفتارها را تفسیر کردن فکر میکنیم. وقتی فکر کردیم یک الگوی رفتاری بر خود مساعد بسازیم، با نظر داشت نیمی الگوی رفتاری گام میگذاریم، مشکلات ما هم حل بشه. اگر کمال عزیز این موارد رو انجام ندادیم، متوجه باشیم که تایید طلبی یک موضوع ساده نیست. به دلیل اینکه اگر فکر کردیم برو یک تیپ بسیار ساده است، نه، در آینده ما رو به خیلی مشکلات مواجه ساخته میتونه. ریشه تمام مشکلات روانی از نیمی مسئله تایید طلب هست. ما زمانی که تایید طلب شدیم، چه چیزهای دیگر در قبالش با خود پیدا میکنیم؟ دو، خود شفته بشیم. زمان خود شفته شدیم، دیگه همیشه به خود وابسته هستیم، به دنیای بیرونی زیاد فکر نمیکنیم، به دلیزی فکر نمیکنیم که در اطرافمون خیلی چیزها هست، تکنولوژی هست، برنامه‌های تحصیلی هم هست، موارد دیگه هم هست، ولی خود شفته هستیم، خود شفته هستیم، اونا رو فراموش میکنیم. نکته دوم، ما نیاز داریم در برنامه زندگی بیاندیشیم، اما زمان خود شفته بودیم نمیاندیشیم، به خاطر میگیم داشته های ما درست است. خود شفته زمینه را برای مساعد میسازه که سوی زن پیدا کنیم، سوی زن به من عزیز که حالا دیگه شک پیدا میکنیم، در بعض موارد بالا همه که شک داریم، به خاطر ما رو تایید نکردن دوچار شک میشیم. در گام سوم تعصب وجود میاد. بعض افراد که تایید طلب هستن خیلی متعصب هستن، میگه ما در جامعه که زندگی میکنم قومگرا است، مسئله مذاهب است، اینا اجازه نمیده که ما مورد قبول قرار بگیرم. پس تایید طلبی رو باید دور کنیم تا اینی موارد دیگه تجربه نکنیم. اگر تایید طلبی رو دور نکردیم، اینی موارد ما رو مشکل مواجه میکنه. یو تش په افغانستان کې په خوشنۍ سره باید دا وایي چې یو هغه یو څوک کس خپېج دا کس تونز لري مشکل لري، خو بیا هم په دې شدای پویږي دغه سره رفتار کوي چې غل نور پسم خراب کی. د ټول نه د وګړو دلته مسولیت څه دی چې داس کسان سره باید څنګه چلند وکړي؟ شما لطف کردین، ما بسیاری خود در امر برنامه زندگی بعضی از اصطلاحات یا ضرب المثل ها این گونه پذیرفتیم که میگه به کار کس کار نداشته باش، بگذار کار خود را انجام بده. اگر به کار کس کار گرفتی، خیلی با مشکلات هم مواجه میشی، در حالی که شاید این ضرب المثل در یک مجرای درست باشه، اما در بعضی جاها درست بوده نمیتونه. ما وظیفه ما است که نسبت به موضوع بتونیم آگاهی داشته باشیم. آگاهی دادن در چی مسئله است؟ فرد تحت تاثیر برنامه های خانوادگی خود است، تحت تاثیر برنامه های تحصیلی و اکادمیک خود است، تحت عنوان برنامه های محیطی یا کاری خود است. آخر در سن نهاد که اگر هیچ کسی با ما توجه نکنه، خب معلوم دار است که مشکلات روانی به طرف ما میاد. در قدم اول خانواده نسبت به مثلا نیازمند است، خانواده نسبت به رفتارها آگاهی داشته باشه. وقتی نسبت به رفتارها آگاهی داشت، زمینه را مساعد نسازه که ما فرزندان ما جزء تیپ های تایید طلب یا از خود راضی هم در اینجا عرض اندام کنه. در گام دوم برنامه های مدرسه و برنامه های درسی اکادمیک خیلی ها مهمتر است، ولی متاسفانه که ما در برنامه اکادمی که مجموعه کسایی هستیم که بنابر انجام وظیفه می، فقط در اینجا اومده میگیم حافظ وظیفه تو گفتن است و بس، در قید آن ما باش که کی شنید و کی نشنید، در حالی که مسئله درست بوده نمیتونه. نه، در پالی برنامه درسی خود خیلی چیزها رو باید مورد توجه قرار بدیم که اگر بعض رفتارها در اینجا ناپسند است، برشان اشاره کنیم رفتار شما ناپسند است. و مسئله سوم برنامه های محیط کار است، و در برنامه های محیط کار پیشتر اشاره کردم که ما به خاطر نیازهای خود که میگیم از وظیفه به صورت مکمل به دور نشیم، تایید میکنیم همه چیزها رو بله درست است، درست است، در حالی که هم درست بوده نمیتونه. ما در این سن ها رفتارهای ما باید همیشه مورد توجه قرار بگیره و در هر جایی که مشکل بود از روی جبهه مشکل حل شود. پیغام متصدی استاد دست خلکو ته ټول که ټول نیتم پیغام تری کمال عزیز، پیام زیاد هست و یک پیامی که همیشه مورد بس ما است برای زن این گونه میگه ما به خاطر این که بتونیم در برنامه زندگی کنیم، برنامه های کاراکتر های روانی یک بخش بسیار مهم در حمل برنامه زندگی است. پس انسان ها با مغز شریف میشه، خب زمان با مغز شریف میشیم، باید نسبت به آینده خیلی خوشبین باشیم. وقتی خوشبین بودیم مشکلات حل میشه. اگر نسبت به آینده بدبین بودیم، این بدبینی خیلی چیزها را بار میاره. رفتارها درست بوده نمیتونه، برخوردها درست بوده نمیتونه و همه چیزها به گونه است که حالت نابهنجار است. پس باید مثبت نسبت به مسئله فکر کرد، نه منفی. ډیر مننه کوم ښاغلی استاد زکریا بارکزی چې موږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ او تاسو په شار کې بریا وکړ. خوش میکنم، لطف شما ده، خوشاله.